اینجا بهشته. منم یه فرشتم. مأموریتم اینه که آرزوها رو برآورده کنم. من میگم زندگی آدم‌ها باید عین فیلم باشه. یعنی آدم باید نقش اول قصه خودش باشه. یعنی خودشو تحویل بگیره و کاری کنه که بهش خوش بگذره. توهم زدم میدونم. ولی دست خودم نیست دیگه. آدمی که مجبور باشه هر روز توریستا رو دوره بهش بگردونه یه دفعه اینجوری کانالش عوض میشه دیگه. همه میگن دیرت شده. ولی به نظر خودم هیچ وقت دیر نیست. من 30 سالمه. ولی نوشین دختر خالم میگه بگو 29 سال. 1 سالم 1 سال دیگه. آدم باید رون باشه. اصلا اگر حافظ رند شیرازه، منم رند شیرازم. من و بابام با هم زندگی میکنیم. ولی از وقتی استاد ادبیات محترم بازنشسته شده، سعدیوار طیاره سوار میشه و میره گشت و گذار. شهر من پر از آدمایی که دوستت دارم. پر از خاطره. همه به هم سلام میکنن. هیچ کم خداحافظی نمی کنه. حتی مامان که برای همیشه خوابیده. من دور خاطرهاش 1000 تا گل سرخ کاشتم. هیچ وقتم نگفتم خداحافظ. اینام عشقای منه. ایشون بابا خان هستن که در حال سرودن شعر دستگیر شدن. عکاس اینجانه. ایشونم عالی جناب حافظ خان بیگ برادر من هستن. که الان آمریکا تشریف دارن. این خانم خوشگل خرجانجان منه. گیسو با شوهر سوئدیش اریک. با 2 تا دختر گامبالو که محصول همبرگر و تلویزیونن. بانو آلیس، بانو ماهور. ایشونم میخه. قرار من اینجا یه دوماد آویزون کنم. بابام میگه هر آدمی واسه خودش یه شهره. کوچه، پس کوچه، میدون و مسجد، بستان، گلستان. اگه اینطوری باشه آدم لابود یه جور شهر داره که باید به شهرش برسه. راستی یادم رفت بگم. اسم من جانانه، یکم هم مرض دارم. Now, ladies and gentlemen, forget it all. Wandering my town, John and Tom, Shiraz. فارسی بگم. بی خیال همه چیز شیرازو بچسب.
سلام، اسمتون؟ بله بفرمایید. آقای زاده‌ای؟ بله. های های بفرمایید. های هاو آر یو؟ سلام. بله بفرمایید. بله سلام. 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 کجایی پس؟ نهمیام اینه؟ بابا اینجا ایرانه، تأخیرم جز فرهنگ ما. سلام نوشی ماشی جانا، خواهشم ما رو دل. بابا خدا من میدونم دارم چی کار میکنم. I don't understand. من بالاخره نفهمیدم این یه مرضی داره. همون امروز دعوا نکنی باشه؟ بیا بالا. ما یه آژانس کوچولوی گردشگری داریم. نوشین و کمال داشتن مگس میپروندن که من مثل یه فرشته مهربون اومدم و بهشون اضافه شدم. در حال حاضرم همونطور که میبینید وقت سرخاروندن نداریم. Hi everybody, I'm Janan, I'm tour guide. امروز میخوام ببرمتون شهر شیراز رو بهتون نشون بدم. جای خوشگلش و سعدی، حافظ، ارگ کریم خان، حافظ، ساده، گرین هان. حافظ دیگه چی رشتیه؟ کمال. No, once again, Maria. Please repeat. Look at me. حافظ. حافظ. سعدی. سعدی. ارگ کریم خان. ارگ کریم خان. قدمت رو سرم. خوش اومدی. ساعت آبی گرم. خوش اومدی. کمال. گوشت با منه؟ میگم اینا رو ببریم یه جای استراحت کنن یه ساعتی، بعدم ببریمشون حافظ و سعدی و اینا. جانا من دیگه کلافه شدم. بیا ببین این زن و شوهر نمیدونم اسپانیایی ان کجایی ان، یک ریز دارن قالیچ قالیچ میکنن. آره بهشون قول دادم ببرمشون بازار براشون این قالیچهای قشقایی بخرم. خب ببرشون پیش حمید دیگه. آره بریم پیش حمید که دلار پنلو پول بگیره، بعد تو هم پورسانتتو بگیری. خب چه اشکالی داره؟ مثل اینکه نوشین دختر خالتو. کمال برای چی همش پای من و شما دوتا میکشین وسط؟ خودم میدونم کجا ببرمشون براشون تخفیف خوبم بگیرم، بعد دماغ تو هم بسوزه. خب ما همش باید دلار ببریم خارج، چی میشه اونا یه خورده یورو بیارن داخل؟ کنف یکون میشه؟ درسته شبیه یه رویا نبودم، درسته وجودم وسط درد سرش به هر قیمتی. خسته نباشید. ببخشید حساب ما رو میفهمید؟ الان تقدیم میکنم. We would like to go to Pasangin, Persepolis and Kurosh tomorrow with you. Is this possible? Yes, Kurosh. There's the tomb of an ancient king of Iran. Yes, of course. You can come with us and I give my card and you call me later, okay? Smile. Give me passport. Oh, passport? Yes. No? Yes. There you are. Mm-hmm. Okay. Thank you. جانان. بفهمی خدمتشون. کمال دیگه دارم دیوونه میشم، نمیفهمم این زن و شوهر چی میگن. چرا؟ یه معلم زبان بگیر مثلا. جانان. این زن و شوهر اسپانیاییه، پدر منو در بردن. تو اینا نبردی بازار؟ خب من گفتم اول اینا رو ببرم هتل، بعد بیام اینا رو ببرم بازار. الهی من قربونت برم، من همه رو میبرم هتل، تو این دوتا رو ببر بازار. اینم پاسپورتاشون. باش بگو بیام. خیلی ممنون. میرا اس استا بونیتا. استا پرگونتارا. استا مول بونیتا. پرگونتارا سی. های. های های. هاو ماچ از دیس وان؟ 200 دلارز. ریال ریالز. 580 هزار دلار. نو دونت هیر. فالو می. ثانک یو. اوکی ثانک یو. سلام حاج آقا. سلام خانم عنایت. عزیزبرم سلامت باشی. خوبی دادا؟ خوبی؟ مهمونام آوردم براتون خرید کنن. هلو مای فرند. هلو چه خبر؟ سلامتی حاج آقا. خوبم. خوبم مرسی. خیلی زحمت کشیدی. هشتی سلام دایی جون. خوبی؟ کجایی؟ آها دیدمت. تا اینجا میام به ما سر نمیزنی؟ الان میام پیشتون. آره الان میام. اومده.
اگر این دفعه بهت زنگ زد بگو یه امانتی خیلی عالی براش گرفتم، آب دستشو بذاره زمین و بیاد این امانتیشو بگیره. چی هستین؟ خودش باز میکنه بهت میگه چیه. باش جایی من دوتا توریست رو بردم اینجا برم پیشتون. اشکال نداره عزیزم، قربانه، سلام برسونین، خدافظ. خوش اومدی عزیزم. راستی پولش چی میشه؟ برو خودش میاد حساب میکنه قربونه. مرسی، خدافظ. بالاخره نتونستی جلوی شکمتو بگیری نه؟ من ناهار نخوردم که. ای دست نزن به این زشت فضول، این امانته. ای به تو میگم یه مرضی داره میگی نه. حافظ چاپ سنگیه بمبئی. اوف جانا دست از این خورد میشه میریزه. روش نوشته تقدیم به خسروخان ایلبیگی سال 1330. مال 64 سال پیشه. چیه؟ آره نامه قدیمیه. علی جانم دیگر مگر به خوابم بیایی. اوه اوه جریان رومانتیک شد. بخون بخون ببینیم چیه. اینجا اسمت را هم نباید کسی بیاورد. خان بابا قدغن کرده کسی جایت را خالی کند. مرا در بهار خواب حبس کردند. اردشیر را گذاشتن به پای من. مبادا پاهایم حرف دلم را بخواند. ماندم چطور خبرت کنم؟ مگر دست توبا یاری من کند و کاغذم را به تو برساند. کشتیارش شدم، عاقبت نمکگیر اشکهایم شد. قبول کرد. نشانی خانه تهران را برایت می نویسم. گروه باد شد عشقم، سوار باد شد دستم را بگیر از این رود خون که ریختن. خلاصم کن. از خواجه حافظ پرسیدم قربانش شوم که آب ریخ روی آتش دلم. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. مهرنگیز تو سال 1340. میدونین چیه؟ ما باید یه کاری بکنیم. آره باید کتابو ببندیم دیگه، هم توی کاری که به ما ربطی نداره فضولی نکنی. باید این نامه رو بذاریم تو سایت شرکت. ها؟ واسه چی؟ واسه چی نداره؟ یه اثر تاریخی جاذبه گردشگری. اولا این که جاذبه زنونه است، مال دختر بچه ها. ثانیاً کجا این نامه تاریخیه؟ نوشین اثر تاریخی رو براش تعریف کن تا یاد بگیره. بچه ها خواهش میکنم یه امروز رو دعوا نکنیم، من یکی نیستم. بابا این یه تیر دو نشونه است، من همیشه گفتم شیراز شهر عشقه. اون پاریس ها. برای وطن نفهمای مثل تو. آره بی تربیت، ببین چی میگه به من. جانان اینطوری گردشگرای بیشتری میان تو تور ثبت نام میکنن، بهشون به خاطر همکاریشون تخفیف هم میدیم. تخفیف؟ ابدا. وقتی تخت جمشید هست پاسارگاد هست، من نامه قمر خانومو بذارم کنار وضعیتنامه داریوش کبیر، بعد تخفیفم بدم عمرم. وقتی میگم نفهمی همینه دیگه. میگم بی تربیته دیگه. خیلی خوب کمال، منظوری نداره. چرا خیلی هم منظور داشتم، منم تو اون شرکت سهم دارم، حق رأیم دارم. من که همیشه موافقم، اینم که قربونش برم همیشه مخالفه. فقط میمونی تا نشین دختر خاله عزیزم. من نظری ندارم، رأی نمیدم، خودتون دوتا میدونین. ترسو رأی بده. نه به نظر من این نامه نه ربطی به کارمون داره نه به شرکت. آه دو به یک. به جهنم. میذارمش تو صفحه فیسبوک خودم. بذار اون دیگه ربطی به ما نداره. چیه؟ پاشید برید خونتون، کافه تعطیله. چند نفر شدن؟ شیشتا. خوبه دیگه، شیش تا ژاپنی این و اینا رو هم بتونیم با اون آلمانیا هماهنگ کنیم خیلی خوب میشه. مرگ چیه؟ ببین از دیشب تا حالا که نامه رو گذاشتم 700 تا کامنت اومده، 1000 تا لایک خورده، 41ش باورت میشه؟ خائن و سلطنه کامنت ها رو بخون. بده من کمال. نوشته کجان این عاشقا؟ کجاست وفای اون روزا؟ مخالف الدوله، حس کن اینو گوش کن.
یه نگاه به خودمون بکنیم، خدایش فرق اسمس بازیای ما با این نامه که مال 60 سال قبله از زمین تا آسمونه. جانان خانوم، با این نامه چه کردی؟ هوای شیراز به سرم زد، جای خالی واسه ما تو تورت پیدا میشه. کمال، این بهترین راه برای تبلیغ. آقا من اینو میذارم رو سایت. آره خب رو سایت هم بذاریم بد نمیشه. ایشالا بعد دفعه بعد. ده جانان الان وقت لجبازیه. حالا من یه چیزی گفتم، من جنبه باخ ندارم ها، بفرما. حالا التماس کن تا ببینم چی میشه. بله. سلام علیکم، ما اومدیم به غلط کردن بیوفتیم. در این صورت خوش اومدی کمال جان. من همیشه میگم که غلط کردن نباید یه رفتار خشک و خالی باشه. بهتر آدم نادم و یه طوری به غلط کردن بندازین که یه چشش اشک باشه یه چشش خون. جانان، جانان بابا بیا غذا یخ کرد. به به، دست درد نکنه، بخور تا داغه از دهن میفته. مردم از گشنگی. خب پس تو قبول داری که من میفهمم تو نمیفهمی. باشه من قبول دارم، حالا ول میکنی؟ هنوز از بابت روشنگریام ازم قدردانی نکردی. باشه من از شما قدردانی میکنم. خیلی خوب، حالا اومدیم ببینیم اجازه میدی نامه رو بذاریم روی سایت یا نه. داره قدردانی میکنه. ای بابا باشه دیگه، حق با تو بود. چون من خیلی مبتکر و خلاقم ولی تو نیستی. بله. چون من خیلی زحمت میکشم و حقوقم هم باید زیاد شه. دیگه داری روتو زیاد میکنی. نوشی چی گفت؟ خیلی خوب، حقوقت هم زیاد میکنیم. حالا برو در واس کن تا من فکرامو بکنم. کمان برو دیگه. اومدم. یا یه نوشای واسه من میریزیم. سلام. سلام. منزل عنایت؟ بله همینجاست. شما؟ جانان عنایت درسته؟ بله. ایشون خانم هستن یا آقا هستن؟ خانم هستن. چطور مگه؟ یه کار خصوصی باشون داشتم، میشه صداشون کنید؟ هر کاری داریم به من بگین. امرتون؟ در رابطه با اون نامه‌ای که توی صفحه فیسبوکشون گذاشتن میخواستم صحبت کنم. نامه؟ بله. شما هم خوندین؟ بله. عجب، پس شما هم جزء کمپین شیراز شهر عشق شدین. شیراز شهر عشق، بله. ایده خوبیه نه؟ عالیه. ایده من بود که با این نامه شروع کنیم. جدا؟ اصلا ایده دادن کار منه. پس ایده شما بود؟ بله. کمک میخواین؟ نه خیر. مالمو چی شد؟ کمان شوهرم کمان رفته در رو باز کنه یهو یکی فکر کنی با مش بتونه بله. بده بدون دلیل تو دماغ شما مگه میشه همچین چیزی؟ مگه مملکت قانون نداره؟ کی قراره جوابگوی ما باشه؟ آقا دماغ من له شد. خیلی خب سرتو بگی بالا، سرتو بگی بالا. شما جناب سبا ما از این آقا شکایت داریم. آقا من در رو باز کردم میگم سلام شیراز شهر عشق، این آقا زده توی دک و بوز من. کی سرتو بگیر بالا؟ تو سرت بگی بالا. جام سوای آقا معلوم نیست مشکلش چیه، اومده در خونه ما با مش کوبیده تو دماغ کمال، بعدم داشت در میرفت من گرفتمش. من فرار نمیکردم. چرا دروغ میگی؟ آقا اگه اینا نرسیده بودن این منو کشته بود. جناب سروان شما باید از این آقا خسارت دیه از چه میدونم از این چیزو بگیرین بعدم بندازینش زندان. زندان که خوبه، اینا باید بندازن قفس. اجازه بدین زندان قفس نکنید. من ازتون سوال میکنم، هیچ دیگه نگید. آقا شما زدی دماغ این بنده خدا رو اینجوری کردی؟ بله. شما برای چی این کارو کردی؟ ایشون به حریم خصوصی مادر بزرگی من تجاوز کرده. به حریم خصوصیش مادر بزرگ من یک نامه ای رو 50 سال پیش عاشقانه بوده نوشته، این خانم اون نامه رو برداشته گذاشته رو صفحه فیسبوکش. فیسبوک؟ بابا جناب سروان یه شبکه اجتماعی دیگه. چیه؟ این چاله یه رسام بده کار میشه. حالا چی شده الان؟ تهش رو بیان چی شده؟
مادر بزرگ من دوستی داره که دوستش دختری داره. دخترش اتفاقی این نامه رو روی صفحه فیسبوکش میبینه، به مادرش نشون میده. مادرش هم میبره به مادر بزرگ من نشون میده. مادر بزرگ منم که وقتی این نامه رو میبینه، میبینه مال خودش هستش، حمله قلبی بهش دست میده. دچار شوک قلبی میشه. منم مجبور شدم با هزار بدبختی ببرمش بیمارستان، اونجا بستریش کنم، کلی سفارش کنم که آقا تحت مراقبت باشه. صبحش رفتم بیمارستان، میگن طبق رضایت شخصی خودش رفته. خب با سلامتی سالمه که پاشده رفته دیگه، به خیر گذشته. چیو به خیر گذشته جناب سروان؟ در به در دنبالش میگشتم شب، مگه پیداش میکردم؟ صبح به من زنگ زد که من تو راه شیرازم، دارم میرم دنبال این خانوم. ای جدی کجا؟ من از این خانوم شکایت دارم. شما شکایت داری؟ زدی دماغ این بدبخت رو له کردی. جناب سروان به اینجا که تمام نمیشه که. من شب راه افتادم یک سره خودم اومدم تا شیراز، نخوابیدم، 12 ساعت رانندگی کردم. رسیدم به مادر بزرگم، میگم برگردیم تهران. میگه نه، من دنبال شوهر گم شدم میگردم، بعد 50 سال میخواد شوهرش رو پیدا کنه. حالا شوهر مادر بزرگ شما چه ربطی به دماغ این بنده خدا داره؟ چرا مردم رو میزنی؟ اینو بگو. شما سبا مثل که شما اصلا متوجه عرض بنده نشدید. عرض کردم خدمتتون مادر بزرگ من ناراحتی قلبی داره، دچار شوک قلبی میشه، هیجان براش خوب نیست. یه اتفاقی براش بیفته من یقین کیو میتونم بگیرم؟ من همین یه دونه مادر بزرگ تو این دنیا دارم. بله دیگه راست میگه، شما مرتکب جرم مجازی شدی، سوء استفاده اینترنتی و نشر اکاذیب. حالا جواب بدید بفرمایید. اکاذیب نیست جناب سبا، نامه واقعیه. چی واقعیه خانم؟ اون نامه شخصیه، اصلا شما حق ندارید اون رو صفحه فیسبوکت بذاری. ایده از ایشون بوده، ایشون هم گذاشته رو صفحه فیسبوکش که لایک جمع کنه. ایده تو بوده؟ این اصلا ایده نداره، ایده مال من بوده، این فقط ایده های منو میدزده. خوب بود میگفتم ایده تو بوده. اون وقت این آقای قلچماق با یه مش میزد وسط دماغه. حالا قضیه این نامه چی است؟ دست شما چه کار میکنه این نامه ها؟ ببینید جناب سروان، پدر من یه سری کتابای خطی و قدیمی جمع میکنه. جناب سروان، پدرشون استاد نریمان عنایت هستن. بله. بابا شما دختر استاد عنایتین؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله، خدا میدونه چقدر من خدمت ایشون ارادت دارم. جناب سروان راست میگه، الان قضیه نامه رو میگفتی، اینو اول بگو. بله، یه کتاب خطی قدیمی بمبئی آوردن برای پدر من دادن. منم اون کتابو بازش کردم، لاش یه نامه پیدا کردم، همین نامه که این آقا میگه. نامه رو باز کردم، خوندم، دیدم خیلی نامه قشنگه، شیر کردم. چیکار کردین؟ شیر کردم جناب سروان، یعنی گذاشتمش که همه بخونن این نامه قشنگ و عاشقانه رو. ولی خب دیگه همه خوششون اومد غیر از این آقا. مسئله شخصی و ناموسی کسی برملا شده؟ نه بابا، نامه یه خانومیه که به عشقش نوشته. جناب سروان اصلا شوهرشون بوده. آخه ببین، من میدونم چی میکشه. ما جبهه بودیم، به زنم نامه مینوشتم، اون نامه مینوشت. کاش این تلفن و اینترنت و این چیزا، این شبکه ها نبود، آدم راحت بود. نامه مینوشتی میومد، هم سواد آدم زیاد میشد، هم آدم کیف میکرد. 10 سال دیگه اینو نگاه میکرد، لذت میبردی. میگم حالا که کار به اینجا رسیده، شما روی همو ببوسید، قال کارو بکنید. بالاخره دختر استاد یه خطایی کرده، سر جوونی بوده، قابل بخششه. بعدشم اون بنده خدا هم سر احساسات و عواطف یه مشتی زده دیگه ها، اتفاقی که نیفتاده. منو ببین، میگه بگذر که جهان جای گذشته است و گذرگاه. پاشید روی همو ببوسید، برید دنبال کارتون، انقدر کارو طولانی نکنید دیگه. شما هم بین دو ابروی استاد رو ببوس، این نامه رو اگه میتونید یک کپی به من بدید نگاه کنم. باشه حتما. شریفی باز کنم ببین کیه. سلام مادر جون، شما اینجا چی کار میکنین؟ مادر جون من که به شما گفتم هتل تشریف داشته باشین، من میام خدمتتون. چی کار کردی؟ سلام. تو همونی هستی که من خیال میکنم. من جانانم. قاصد خوشخبر، کجا بودی این همه وقت؟ مادر جون اگه ممکنه بیرون تشریف داشته باشیم من میامدم. تو همینجا میمونی تا تکلیفت روشن شه. ده از این خانوم خجالت بکشید، صلوات بفرستید. ای بابا خانوم ببخشید، یه مش جوونن دیگه، نمیفهمن چی به چیه. بالاخره میفهمن. نیگه.
بریم تا این دوتا خروس جنگی باز به جون هم نیفتاده. خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینم اتون. از این نزدیکتر نامری که دیدم فهمیدم که وقتشه. اون زنگ تو گوشم صدا کرد، فکر نمی کردم دیگه هیچ وقت بشنوم. فردا بیا هتل رویال، منتظرتم. به شرط اینکه داستان علی جونتون رو برام بگین. میگم. میای؟ میام. بوب بزن بیاد دیگه. اه خدافظ. یه چیزی بگم، یه آدم دیگه پاشو گذاشت تو شهر من، یه آدمی که انگار خیلی وقته میشناسمش. سرکار خانم تشریف آوردن. پیمان سلام. سلام. خوبی؟ صبحامو قشنگی. مرسی. دماغ دوستتون چطوره؟ چاقه؟ ضربش کاری بوده ولی بد نیست، خوبه. شنیدم یه آژانس گردشگری داری. بله، یه چند سالی هست. چه بهتر از این که خاک شیراز بشینه رو کفش و لباس مسافرا، مگه نه پیمان جان؟ بله، ایشالله امشب برمیگردیم تهران، خاک زدایی میکنیم قشن. امشب که نه، من چند روز کار دارم. مگر میگم بریم فقط به خاطر شماست، به خاطر سلامتیتونه. شما نیاز به استراحت دارین غیر از اینه؟ وقتی بمیرم من اندازه کافی استراحت میکنم. من میرم بالا پشتبونی هوایی بخورم، اگه دوست داشتین تشریف بیاریم. من باید علی های روما پیدا کنم. مهری جون، قضیه نامه چیه؟ انقدر از اون روزا گذشته که انگار خواب بوده، اما عین کابوس گذشته. فراق درد همه کوچراهای دنیاست. زمین یخ میزنه، میری پی تماس. آفتاب شلاق میزنه، باید بری تو دل کوه. باد تو گوشت میگه که کجا. 50 سال بیشتر گوش خوابوندم روی زمین، نیومد. نمیدونم دست توبا یاری نکرد یا نه، خدا میدونه. ما از همون اول که هم دیگر دیدیم دل باختیم. کی ازدواج کردیم؟ به تابستون نرسیده دستمونو گذاشتن تو دست هم. هنوز گره گیس من باز نشده، رخت داماد تو گنج نرفته، تیر پسرموی من نشست تو سینه برادر علی. از هم جداتون کردن؟ از هم جدامون کردن. منو زندانی کردن تو خونه زیر سقف، زنده به گور. علی رو بردن اون ور شهر، براش گماشته گذاشتن، پاشو از راه من بریدن. قرارمون شد بیقراری. مادر جون آخه باز چی خودتون اذیت میکنین؟ بعد این همه سال داغ دلتون تازه میکنین که چی بشه؟ من نمیفهم. اینجور دردا که هیچ وقت کهنه نمیشه. شما دخالت نکنین لطفا. خوبم پیمان. آره میبینم.
من به علی نامه نوشتم که پیدام کنه، با هم فرار کنیم. توی تهران بود که فهمیدم از علی فقط یه یادگار برام مونده، پدرتو. تو راه بود بدون علی. دیگه بر نگشتن شیراز؟ شیراز؟ منو فرستادن پیش برادرام. این همه سال تو غربت. عاقبت گفتم برگردم ایران، همینجا بمیرم. تو زنگو زدی، حالام اینجا. شاید علی هم یه جایی همین دور و برا باشه. ای بابا، میشه لطفا تمومش کنی؟ من اجازه نمیدم اینجوری بخوای خودتون آزار بدین، جدی دارم میگم. من باید بفهمم اون نامه رو خونده یا نه. من باید علی رو پیدا کنم. میتونم اون حافظ رو ببینم؟ نامه رو ندیده. اگر دیده بود حتما میامد. امکان این که یه مرد به خاطر عشقش جونشو به خطر بندازه خیلی کمه مهری جون. یعنی چی؟ این چه طرز فکریه؟ اصلا پدر بزرگ من ممکنه اون نامه رو نخونده باشه، به دستش نرسیده باشه. مگه نگفتین که لایی حافظ بود از بمبئی اومده بود؟ از کجا معلوم پدر بزرگت با پدر مادر بزرگت ساخت و پاخت نکرده باشه؟ لابد به نفعش بوده. قطعاً به نفعش بوده. این که اصلا میگن مردا ترسو نیستن یه افسانه است. مردا از همه چی میترسن، از عشق، از صمیمیت، از تعهد، از تشکیل خانواده، از سوز، مخصوصا از قول مردونه دادن. اصلا قول مردونه براشون پارادوکس شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان دیگه زنا قول مردونه میدن. آها، وقتی این تفکرات گرانبها نشأت گرفته از چیه؟ از مشاهده انواع اقسام مردا که به وفور رویت میشه. بخند مادر جون، بخند. من که میدونستم این سفر از اولشم اشتباه بود. شما داری تو انبار کاه دنبال سوزن میگردی، واسه قلبت خوب نیست. قلب برای شما مرده فقط یه عضل است. نه، برای خانم‌ها چیه؟ لابد فقط یه چراغ روشنه که به دست آقایون فوت میشه و خاموش میشه، دیگه هم روشن نمیشه. ببینم شما نکن اصلا مشکل شخصی داشتی با آقایون قبلا، شکست عشقی. میبینید که من یه وقتای خودمم نمیفهمم دارم چی میگم، مخصوصا وقتایی که بهم اعلام جنگ بشه. یه چیزی بگم، هیچ بحث زنون مردونه هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. شما بفرمایید، من بیرون منتظر میمونم. من دوست دارم تو هم بیای. هستم همینجا، بعدش با هم میریم تهران. بفرمایید. چقدر این قد مهری جون، وقتی علیو ببینی میفهمی به کی رفته. دلم میگه باید پیداش کنم، عقلم لال شده، دلم نمیخواد برم. خب چطوری پیداش کنی مهری جون؟ ما که ازش سر نخی نداریم. مهری جون، مهری جون، مهری جون، چی شد مهری جون؟ آقا پیمان بودو بیا. چی شده؟ بیا مهری جون، حالش بد شده.
15:09. خیلی حالش اومده؟ باید بریم بیمارستان. من خوبم. شما خوب نیستی مادر جون، خودتون هم میدونی. من که بخوای منو زجر بدین. یه دونه از اون قرصا بده من. کار شما با قرص حل نمیشه. چش، بفهم. نه قرص. آب نمیخواد. بفهم. چیه؟ چیه؟ ببین چیکار کردین؟ من؟ پس من؟ اگه به عواقب کارتون فکر میکردین، دخالت بیجام نمیکردین، الان وضع ما نبود، ما الان اینجا نبودیم. شما عادت داری هر 10 دقیقه یک بار بری سر خط از اول تکرار کنی؟ خب این یه موضوع خیلی ساده است، شما چرا متوجه نمیشین؟ مادر بزرگ من حالش خوب نیست، هیجان براش خوب نیست. هیجان برای همه خوبه، مخصوصا برای شما. با هم دعوا نکنین، من حالم خوبه، دارم فکر میکنم. باید توبا رو ببینم. میدونم یکی داره دردش میاد که من حرف نمیزنم. هر دومون خیره شدیم به تای جاده‌ای که انتهاش معلوم نیست. چی میشه؟ 60-60، 50-50. خانمی به اسم توبا اینجا زندگی میکنه؟ بله، من عروسش هستم. توبا، توبا جان بیا. بله. بیا، چند نفر اومدن کاری دارم، میگم از آشناهات هم بیا ببین میشنسیشون. اونجا خانم خان، خانم خان، یه چیزی بگم. من باید یه دوست پیدا کنم، گمش کنم، دنبالش بگردم، دوباره پیداش کنم. آدم نمیدونه اشک و لبخند دقیقا چه ربطی به هم دارن. 60-60، 50-50. زن باید چای داغ بخوره، مرد سر. بفرمایید خانم خانم. چرا؟ مرغ دل میشه. بفرمایید چای. این سیب که از وسط ببره. به علی برده. علی تو خونش امانته. ماشالله جان و مرد. دیگه ندیدمش، نه تو رو تو با، نه اونو. روم سیاه خانم خان، دست تویی. برام تعریف کن، میخوام پیداش کنم. از کجا بگم خانم خان؟ چجوری بگم؟ از همون روزی که نامه رو گذاشتم تو دستت بگو. دیگه ندیدمت. از هر کس سراغت گرفتم همه جواب سر بالا دادن. چی شدی؟ کجا رفتی؟ خانم خان، خط شما رو پیچوندم له 4 قدم. عین دیروز بیت. تا خان روش برگردون زدم تو کوچه. این بید می لرزیدم، ضرب دستشم که کم نچشیده بیدم. دیدم اردشیر خان صد رام شد.
نگو من دیده، دنبالم کرده. نامه، نامه چی شد؟ نامه؟ نامه از چنگم در آورد، منو برد پیش خان. تیرش میزدی یا خونش در نمیومد. بند دلم پاره شد که نکنه سرمه ببره بذاره رو سینه. گفتن منو تحت الحفظ فرستادنم ایل. گیسمو کشید گو اگه یک کلام به شما خبر بدم ها گوشامو میبره میذاره کف دستم. شما هم که رفتی ما موندم دست به سر. تا حالا که ما اینجا شما هم اینجا. قسمت ما که تاخ 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 قطار فشنگ بید. انشالله قسمت شما تسبیح گل باشه. پس نامه رو نخونده. روم سیاه کجا دنبالش بگردم؟ کجا پیداش کنم؟ کجا پیداش کنم؟ مادر جون براش خوب نیست، حالش بد میشه، دلش سنگینه. شما امشب مهمون ما هستین، نترس سبک میشه. چایی میخوری؟ آره بیا این مالتا. حالش چطوره؟ خوبه، داره استراحت میکنه. گل میگن و گل میشنون. نگران نباش. نگران نباشم ها؟ تو چرا یه جواب منطقی به من نمیدی؟ سوالت چیه؟ از ما چی میخوای؟ واسه چی افتادی دنبال ما؟ من وکیل وسیع یه بنده خدا. آدم زنده وکیل وسیع میخواد؟ کی گفت زنده؟ مرده؟ نمیخوری گذاشتی سرچه؟ بگو اینو چی تو ذهنته؟ دعوا ندارم، فقط دارم میپرسم. نمیتونم بگم. نمیتونی بگی چون یه چیزی گفتی که خودت هم توش موندی. نمیگم چون تو نمیفهمی، یعنی متوجه نمیشی. خب من متوجه نمیشم، شما یه جوری بگین که بنده متوجه شم. فکر کن داری امتحانم میکنی. باشه میگم، ولی دفعه آخر که دیگه توضیح میدم. خیلی خوب بگو. من به خاطر حافظ اینجا. آخه حافظ برادرت چرا به مادر بزرگ من داره؟ من نمیفهم. کی گفت حافظ برادرم؟ حضرت حافظ. اوهو، پس شما وکیل مدافع حضرت حافظ شدین. چرا؟ برای اینکه ریش گرو گذاشته. من اگه به مادر بزرگت کمک نکنم حسن شهرت حضرت حافظ زیر سوال میره. چی چی؟ حافظ به مادر بزرگت یه قول مردونه داده، گفته که روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. یعنی ما الان به خاطر فال حافظ اینجاییم، درسته؟ آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. ببین اینا همه شعره، شعر. با بزرگی من که گروگان حافظ نیست. این هم اینو خوب میدونه. تو حق داری، تو باوره، تو ذهنت داری فکر میکنی که یه کار درست هم داری انجام میدی، درست هم هست. ولی من واقعا نمیخوام به خاطر عشق و شعر و حافظ و اینجور چیزا مادر بزرگی من دست بدم. خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم هی دوگوشش نخون که ادامه بدیم. تو نه به حرفای من گوش میدی، نه مادر بزرگت، نه حافظ، فقط حرف خودتو بزن. من نمیدونم این نگفتنای گوهربارتو از کدوم تجربه وحشتناک در میاد. از اونجایی که یکی که یه عمر عاشقته ولت کنه و بره. بهش میگی واسه چی رفتی؟ میگه عشق افسانه است، عشق دروغه، تو قصه هاست، باورش نکن. تو متخصص عشقی؟
بهت نمیاد اصلا عاشق کسی شده باشی. چرا لیلی؟ پس مجنونی؟ چی شد؟ به نکتهش توجه نکردی دیگه، گفتم که گذاشت و رفت. خب معلومه که چرا رفتی، از بس بهش لابد اخم و تخم کردی. هیچ کس عاشق خوش اخلاقه که اذیت نمی کنه. آره الو چیه نوشین؟ دست منه؟ وای چیه مادر جون، چیزی شده؟ پاسپورت یه خارجی جا مونده تو کیف جانان، باید برگرده شیراز. اون ساعت چنده؟ صبح شده، خودش بخواست بره، من بهش گفتم تو میبریش. خودش کجا بره الان این موقع شب؟ کجا بره؟ دم جاده واسه تاکسی بگیره. شما چی کار میکنی؟ مگه نمیه شما؟ من با امیر حسین میام، از هیچ کس خدافزی نکردم، زشته. تو هتل میبینمت. این دختره بالاخره منو میکشه. پیمان از چه نظر؟ الان فکر کنم داری تو دلت به من فحش میدی. چه حرفیه؟ نبود. خیلی ناراحت شدم، دلم میخواست ازشون خداحافظی کنم. نمیدونستم این پاسپورت ها تو کیف منه. این خارجی هم که حساس. کمالم تا الان دق کرده. کمال؟ آره دیگه، همون که زدی تو دماغش. آها یه چیزی بگم؟ بگو. فکر کنم راه اشتباه اومدیم. دور بزنم؟ آره دیگه، دور بزن. چی شد؟ نمیدونم، ببینم، فکر کنم رو هوایی من. چی شد؟ بعد جوری گیری کردی. بشین پشت فرمون بزن تو دنده گاز بده، من از عقب هل بدم. شاید درد. بعد جوریه؟ گاز بده برو جلو. حاضری؟ آره. خب گاز بده برو. گاز بده برو جلو. برو جلو. برو داره در میاد، برو. نیو آقا، نیو آقا. چی شد؟ چی شد کشی؟ پیمان ای با تو اونجا چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ اومدم دوش بگیرم. خب افتادم پایین دیگه. حالا من چی کار کنم؟ تو هیچ همچون خاک بریز دوست داره من فقط. خب من که نمیتونم تو رو بیارم بالا.
تو که نمیتونی، خودم یه جوری میام دیگه. بکنم دستم شکسته. درد داری؟ یکم. اونو تابش بده بیاریم. چه بلدی. یه کارمه. دکتری؟ بله. دکتر چی؟ دکتر همون چراغی که به دست آقایون خاموش میشه. تو چرا رنگ رو پریده؟ ترسیدی؟ من نمیتونم دیگه رانندگی کنم. تو بیشو پشت ماشین. سویچو کجا میبری؟ تا تو رو بیمارستان نبرم ول نمیکنم. بشین الان میام. سلام بچه. سلام. سلام. اصلا معلوم هست تو کجایی؟ اینم پاسپورتا. کجا بودی تا حالا؟ من باید برم. یعنی چی؟ هی میای میری. مسخره کردی ما رو؟ وایسا ببینم. برو کنار، عجله دارم. یعنی چی برو کنار؟ الان من بدهکارم. پاسپورت مسافر رو ورداشتی رفتی، داشت سکته میکرد. الان یه روز با زبون بی زبونی هی داریم دلار راست میشیم، هی معذرت میخوایم. همش هم به خاطر سهل‌انگاری تو. من نمیدونم اگه الان اون خسارت بخواد من از کجا باید در بیارم بدم. بابا از حقوقم کم کن، برو کنار. نمیرم. نوشین تو نمیخوای یه چیزی بگی؟ بابا جانان ما مردیم به خدا از دلشوره. بابا از اونور زنگ میزنه که تو کجایی؟ بعد منم باید هم جای تو کار کنم هم خودم، به خدا دارم دیوونه میشم. حالا من دو روز مرخصی گرفتم، ببینید میتونه از دماغم در بیارین؟ فعلا که از دماغ من در اومده، دستگلی جناب عالی. برو کنار بابا. یعنی چی؟ جانا وایسا، مرخصی تموم شد همین الان، امروز باید اینجا بمونی. از کی تا حالا برای من باید تعیین میکنی؟ از همین الان، هر چیزی حدی داره؟ بله، هر چیزی حدی داره، همه کاراتون رو راه میندازم، عین تراکتور دارم کار میکنم، انگار نه انگار منم زندگی دارم، دست از این رئیس بازیات بردار دیگه. من رئیس بازی در میرم یا تو؟ برو بابا. جانا وایسا، دیوونه وایسا. کمال حد خودتو نگه دار. تو حد خودتو نگه دار، سر خود شدی، هر کاری دلت میخواد میکنی، تازه طلبکارم هستی. حالا که اینطور شد اصلا باید فکرامو بکنم که ببینم با تو کار کنم یا نه، خسته شدم از دسته. مگه من چی گفتم؟ حالا خبر نیست بابا، اینم امروز عصبی شده، تو هم بی خود داد نزن. این اینجا چیکار میکنه؟ دلم بخواد داد میزنم، دلم نخواد داد نمیزنم. زدی توی دماغ من، حالا نصیحتم میکنی؟ هنوز یادته؟ یادمه. دیشب تا صبح به لطف شما هر دفعه فین کردم اسرائیل اومد جلو چشم. دیشب خانومم دستش خود توی دماغ من تا صبح داشتم بهت فوش میدادم. حالا فهمیدی که به کی فوش میده؟ آهم گرفته داره. این چیه؟ برو دیگه دیرت میشه، برو پاسپورت ها رو بهشون بده، از قول منم ازشون معذرت خواهی کن، بگو گلیما رو هم براشون پست کردم. خیلی ممنون، لطف کردین. بلش کن بشین بریم. وایسا جانا کجا داری میری؟ وایسا ببینم، وایسا با هم صحبت. ببین ببین این کارت اصلا درست نیست، گفته باشم. دکتر جان دست داره یکم دیگه باید فیکسش کنم. شما میتونید تشریف ببرید. حله، متشکرم. تموم شد؟ بله. درد داشت؟ یکم. میگم قبل از اینکه بریم تهران یه دونه از اون شعرهای موکله تو این تو بنویس، یه انگشتم بزن پاش. آی یواش. خودت گفتی. درد میگیره. برمیگردیم؟ باید برگردیم دیگه، نامه که به دستش نرسیده. ماجرا تموم شده است. کی؟ فردا شب. با این دستت چطور میخوای رانندگی کنی؟ حالا یه کاریش میکنم. بریم. خانم خیلی محبت کردید، ممنون. خدا مرسی سلام. چرا اومدی؟ امروز اصلا حوصله چک و چونه ندارم نوشی.
میخواستم بگم من میتونم کمکت کنم، البته اگه بخوای. چه کمکی؟ چیزیم نیست. چرا؟ یه چیزیت هست. نمیخوای بگی؟ مثلا؟ انگار دنبال یکی میگردیم. کی؟ آیرا. این نامه رو گذاشته بود رو سایت شرکت. دستت درد نکنه. دنبال همین بودم. دیدی پس الکی نیومدم. نه خوب کاری کردی اومدی. کمال کو؟ کمال ترسید بیاد تو، نشسته تو ماشین منتظر منه. من دیگه برم. حالا میموندی؟ ببینم آیرام شوهر همون خانوم است؟ خودشه. خدافظ. خدافظ. سلام، صبح بخیر. جونم به این خنده. چطوری؟ دستش شکستم. دست مهم نیست، دل بده. زحمت نمی کشیدی بیایی؟ ما میخواییم بریم حافظیه، از اونجا بریم تهران. حافظیه؟ حالا دیگه دادگاه بدون وکیل نمیشه که، تو هم باید بیای. حافظیه دیگه. موضوع چیه؟ به منم بگین. بماند. دلم نمیاد یه چیزی بهتون نگم. ما میتونیم علی آیرامو پیدا کنیم. میتونی چیکار کنی؟ دیروز یه مسیج اومده رو سایت شرکت از طرف یکی به نام نخود آش. نخود آش؟ آره اینم متنشه. نوشته که فکر کنید من جایی رو هک کردم. این آدرس چند تا علی آیرامیه که پیدا کردم. وقتی پیداش کردید به او سلام نخود آش رو برسونید. حالا ما چند تا علی آیروم داریم و میدونیم کجا باید دنبالشون بگردیم. کمپین علی آیروم یابی ادامه داره. لطف میکنی؟ خدمت شما. مادر جون میمد این جلو خو؟ همینجا خوبه، میخواستم پاهام دراز کنم. هر جور راحت. شما هم که امید به خدا رانندگی با دند اتومات بلدید دیگه. بله مام. اینجا منزل علی آیرومه؟ بله. هستن؟ بله. میشه ببینیمشون؟ من علی آیروم. توی؟ بله. تو علی آیرومی؟ بله. بله واقعیتش جواب نمیده. گرفتاری برام پیش اومده، الان خارج از تهران هستم، ولی با دکتر بیروزمر هماهنگ کردم. با سوپر وایزر کس خونه نیست. گفتم بهشون بله. حالا فکر میکنی مشکلی پیش میاد، من الان به دکتر عادلی میگم باهاتون تماس بگیره. خواهش میکنم، خدا نگه. بریم. ببخشید خانم. بفرمایید. شما تو این ساختمان زندگی میکنی؟ بله. اینجا شخص نام علی آیروم زندگی میکنه؟ بله. من دنبال شوهر گم شدم میگردم. اگه علی من باشه، الان 72 سالشه. بله همین سن و سالشونه. یعنی الان تنها خانواده ای ندارن؟ والا نمیدونم، تازه اومدن اینجا، خیلی نمیشناسمشون. فقط میدونم که از خانواده های اصیل شیرازن، تنها زندگی میکردن. زندگی میکردن؟ ایشالا که 100 سال عمر کنن. نمیدونم، ایشالا که حالشون خوب شه. چرا چیزی شده؟ پریشب سکته کردن، خوابوندنشون بیمارستان.
شد؟ دیدینش؟ نبود. خوبم. دیگه حرفتو باور نمی کنم. الکی میگین خوبم. رنگتون شده اینه گچ دیوار. خیلی چه کاری دارین با خودتون میکنین؟ با خودتون به کشتن بدین؟ بالاخره هر کسی یه جوری خودشو به کشتن میده. منم اینجوری. از مرگ که نمیشه فرار کرد. مهری جون فضولی نباشا. این نوتون به کی رفته؟ به شما که نرفته. به پدر بزرگش رفته یا مامانش یا باباش؟ از هر کدوممون یه چیزی گرفته. که اینقدر سختش بیاد، خب با باباش میومدیم. فکر کنم از این آقای بد اونا خوش اخلاق تره. خیلی خستم، میخوام استراحت کنم. خسته نباشید. شما بفهمید من میام خدمت. میگم شما بیارن اتاق. نه، اشتها ندارم. پس من الان میام. باشه. خب دیگه منم برم. میشه خواهشی ازت بکنم؟ دیگه پی این ماجرا رو نگیر. با هزار جور بدبختی راضیش کردم که برگردیم تهران. خواهم چند تاشون موندن، شاید یکیشون. ببین، من نمیخوام به خاطر پدر بزرگم مادر بزرگم از دست بدم. من کسی رو ندارم غیر از این تو این دنیا. پس پدر مادره؟ ببخشید، معذرت میخوام سوال کردم. خب من میرم دیگه، خدافظ. باید صدقه برات ماشین میگیرم. نه خودم میرم. اگه نمیری خونه، چرا لج میکنی؟ خب باید برات ماشین میگیرم دیگه از اوته. نمیرم خونه، میرم که موکلم بگم که باختیم. مبارک باشه، تو بردی. واقعا خدافظ. خب همیشه که قرار نیست ما ببریم. به هر حال احساسات ناسیونالیستیم جریه دار شد. حسن شهرتمونم لکه دار شد. همش تقصیر توه ها. ببین چی کار میکنی؟ وقتی میدونی به هم نمیرسن چرا قول میدی؟ این چه امیدیه؟ همش وعده، همش وعی. ای وای، چرا من دارم سر تو داد میزنم؟ بر نمیداره. یعنی این تا این وقت شب کجا مونده؟ حکایت اون یاروی که به دوستش میگه که شب بیا خونه همون کسی نیست، بعد دوستش میاد دم خونه هرچی زنگ میزنه میگه کسی نیست. خندیدم. نخور دیگه کمال، بسه، بیمزه. گشنمه. همیشه گشنته. مثل که اومد. سلام. چته؟ میدونی چیه؟ به نظر آدم وقتی بمیره از زندگی راحت میشه. جانان حالت خوبه؟ نه، میخوام بمیرم. اینم آب گلدوناتون. دیگه امری، فرمایشی، چیزی نداریم؟ جانان جان، ما که معذرت خواهیمونو کرد. میشه این دهن مبارک رو وا کنی، دو کلمه حرف بزنی، بفهمیم دردت چیه؟ من هیچ وقت وکیل مدافع خوبی نمیشم. چه خوب شد حقوق نخوندم. عوضش تو یه تور لیدر درجه یکی. میخوای فردا یه ماشین بفرستم دنبالت بیارتت آژانس؟ جانا جان کمال. چیه؟ بابا حالشو میبینی که. میدونی چیه؟ نه بگو روشن شی. من اصلا به تقدیر و سرنوشت اعتقادی نداشتم. هی میگن سرنوشت، ولی الان واقعا میبینم سرنوشت یه چیزیه که باید قبولش کرد. نوشی؟ این عاشق شده.
تو میفهمی عاشقی چیه؟ یعنی چی من نمیفهمم؟ مگه من نفهمم؟ خیلی هم خوب میفهمم. شما مردا فقط بلدین به این چیزا گند بزنین آقای محترم. پس فکر کردی من تو رو چجوری گرفتم؟ اول عاشقت شدم، بعدش هم خر شدم. ما مردا و شما زنا، باز من دو کلمه حرف تخصصی زدم. تو تا حالا حرف عاشقانه به من زدی؟ بله که زدم، صد بار تا حالا. تا حالا بهت نگفتم لطفاً؟ لطفاً حرف عاشقانه است؟ بله، هر مردی شیوه های خاص خودشو داره. مردها فقط یک شیوه دارن، اونم گذروندن خر از پل است. مگه نه جانان جان؟ تو هم یه چیزی بگو. شب بخیر. وا، من نگران شما. فکر کنم یه دو سه روز دیگه مرخصی بهمون تحمیل شد. جانان تو خونه مردم چی کار داری؟ اومدم برای معذرت خواهی. مهری جون ازت خواسته؟ اونم گفته خودم هم میخوام. اومدیم دنبالت، بریم بقیه آیروما رو پیدا کنیم، البته اگه موافق باشی. بس میگی؟ به جان حافظ. آخ، برواه خاک حافظ راست میگم. بیبریم جفتش هم قبوله. الان میام. میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟ آخ بابا، این سوالای شما تمامی نداره. نه بگو ببینم. خب شما با اینکه با علی جون، البته بخشی میگم علی جون، ناراحت نمیشین؟ نه تو هر چی دلت میخواد بگو. شما با اینکه با علی جون انقدر کم زندگی کردین، چطور انقدر خوب میشناسینش؟ مگه میشه آدم با کسی کوچ بکنه و نشناسدش؟ خوشگلم بوده و اوه، مطابقش مرد نیومده. اوه چی شو؟ خب تو نمیخواد بعدت بیاد، تو هم پسر خوبی هستی. آفرین، این شد. گشنه‌تون نیست بریم ناهار بخوریم؟ بریم بخوریم. بخوریم. بریم. پدر مادرش فوت کردن؟ 5 سال پیش. میفهممش، خیلی سخته. شما من یاد مامانم میندازیم. خیلی دلت براش تنگ شده؟ خیلی. جانان، هیچ وقت دلت برای کسی تپیده؟ یه کوچولو. اینقدر؟ نه، حتی به کسی هم هیچ قولی ندادی. پیمان منم خیلی تنهاست. اون تنها نیست، شما رو داره. شما مثل یه دنیا این براش. اون همدل میخواد، هم درد میخواد، هم زبون میخواد، مادر نمیخواد. اگر خوب گوش کنی راز دل سنگم میشنوی. میدونم لیلی. من برم یه آب به صورتم بزنم بیا. خیلی جای قشنگی. آره خیلی. چرا غذاتو نخوردی؟ نمیخورم، سیر شدم. دسری چیزی نمیخوای؟ چایی؟ زول بیا بامیه؟ مرسی. اون صورت حساب رو لطف میفرمایی؟ بذار من حساب کنم. اختیار دارین، اگه آقاتون تشریف داشتن میذاشتم شما حساب کنید. من که آقا ندارم. خودم میام حساب میکنم.
صبر کنیم الان میام. این همه سال صبر کردم، چند دقیقم روش. این سفر بهترین سفر زندگیم بود. اگه دیگه اگر و مگر نداره، بهترین بود. برای منم بهترین سفر زندگیم بود. اینم پولش گذاشتم رو دست شما. خب کدوم ور بریم؟ از پشت سر من بیاد. با چی میای؟ با موتور. خیلی خوب، پس بیا دیگه. چش. مادر جون آب خنک. ممنون. بفرمایید. روشن کن دنبال موتوریه بریم. برای چی؟ برو حالا بعدم میفهمی. اونجاست. سازم هارا سازم هارا سازم هارا سازم هارا گله ایل دردم چرا ها ها های گل گل غزل گلیم گل شهدا بلبل ها ها های گل گل غزل گلیم گل شهدا بلبل من واقعا معذرت میخوام، فکر نمی کردم اینطوری تموم شه. طور بدی هم نبود، مهم این بود که من بفهمم علی از بی‌وفایی فراموشم نکردی. منم دیر یا زود میرم پیش علی، اونجا روشنش میکنم. حالش چطوره؟ باید استراحت کنه دیگه، ولی خب آرومتر شده. خوبه. نباید اینجوری تموم میشد. به هم رسیدن. مهم برد موکل تو و نیمه پر لیوان و جواب سوالا بود که انجام شد. شاید. مرسی که نیاوردی. مرسی که اینقدر سمج بودی. بشین. نه میخوام برم، فردا میام برای خدافظی. فردا برای خدافظی میای؟ الان کجا میری؟ خونه. کسی منتظرته؟ نه. خب اگه کاری نداری بمون که شب شام با هم باشیم. باشه، وقت دیگه. وقت دیگه نمونده، ما فردا داریم برمیگردیم تهران. اگه دفعه دیگه گذرت به شیراز خورد و دعوتت پا برجا بود میام حتما. اینجوریه. هر جور راحتی. خداحافظ. خداحافظ.
دوباره سلام. چی شد فردا شو؟ اگه بگم یه علی آیروم دیگه پیدا کردم منو نمیکشی؟ آی خدا. آقا میبخشی چقدر شبیه علی منه. شما هم از عشق پدر بزرگ همه رو شبیه اون میبینین. سلام. 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 ما دنبال آقای آیروم میگردیم. بله خودم هستم. ایشون حدوداً 50 سالی بزرگتر از شما. آها شما دنبال عموم میگردیم. من حمیدشون هستم، همون که با اتون تماس گرفتم. خانم جانان. جانان منم. میتونیم ببینیمشون؟ بله بله ته باغ هستن. شما تشریف بیاریم من صداشون میکنم. بفرمایید. بالاخره خودش. مهرنگیز بالاخره خود. مهری جون، مهری جون. مادر، مادر. مهره جون چی شد؟ چی شدی مادر؟ مادر جون. صدای علی من. صدای علی منه. مهرنگی. بلند شو مهرنگی. مهرنگی. مهرنگی چه شد؟ پاشو منم. علی. مهرنگی. علی. پیمان
الو پیمان، هنوز خوابی؟ نه بیدارم. کجایی؟ نزدیک شیرازم. مگه نمیای؟ کجا؟ تولد دیگه. چرا؟ چطور مگه؟ چی گفتم اگه میخوای بیام دنبالت با هم بریم. میای؟ آره میام. کی؟ یه ساعت دیگه. خوبه؟ آره آره خوبه. میبینم. باش خدافظ. اصلا انتظار پیمانو بعد از این همه وقت نداشتم. خیلی غیر منتظره بود. حسابی زخ کردم. اما شما به روتون نیارینا. جاده براتون آشنا نیست؟ جاده همون جاده است، اما من یه سال بزرگتر شدم. رندشو بگم، هنوز همون 30 سالمه که پارسال بود، اما به سبک نوشینی بهتر یه چند سال 29 ساله بمونم. مواظب باش. اومدم. به 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 جوری پسر. سلام بر پدر بزرگ خوشتیپ خودم. جوری پسر خوش اومدی قاصدک من. مثل ماه شدی. قبول نیست من اینو باید بگم. چطوری قاصدک خانم؟ تبریک میگم علی آقا. مگه قرار نشد که منو علی جون صدا کنی؟ به همین زودی یادت رفت؟ پیمان کجایی تو پس؟ یه دقیقه بیا. لیلی ببخشید. چطوری؟ قربانه. خوش دیپ شدی. پیمان با حرف زد. چه حرفی؟ دیشب کلی راجع به تو حرف زدی. دیشب؟ این که به من گفت از تهران داره میاد. ای دروغگو. حالا چی میگفتی؟ خودش بهت میگه. بمانه. بی بریم. من امروز بعد از سالها که 50 سالش در حسرت گذشت، همسر عزیزم مهرنگیز رو پیدا کردم و دیگه اجازه نمیدم حتی یک قدم از من دور بشه. نمیشه. حسرت دوم، همیشه به برادرم حسادت میکردم که این چنین نوه‌هایی داره. نمیدونستم خودم یه نوهی به این قد و قواره‌ای دارم. من امروز به همه خواسته هام رسیدم و دیگه هیچ غمی ندارم. به به. به به به. مبارک. اینجا چی کار میکنی؟ وقتشه دیگه، باید برم. کجا بری بابا، تازه اولشه. دیگه هوا تاریک میشه، سخته. بهونه گیری میکنی دیگه. آره آخه تو را باید یه دستم بشکنم، وقت ندارم. من به کمالو پیشنهاد میکنم. آره انتخاب خوبیه، موافقم. چرا اینجایی؟ برو بشی مهمون، تنها نمونه. مهمونم کیه؟ کیو میگی؟ لیلی. خوشحالم به هم رسیدیم.
خنده داره؟ خنده نداره؟ بابا این لیلی که اون لیلی نیستش که حسودی کردی یا کی من؟ حسودی؟ نه من بابا این برادرزاده همون علی جونته مثل خواهرم میمونه چه حرفی میزنی خواهر؟ راست میگی؟ قصتو بیار ماتس بگی معلومی که راست میگم بیبی رو من خواهم سوار اسب بشم بلدم نیستم اولین بارم میترسم دست پام بشکنه بیا تشویقم کن قشنگ بجون وسط مهمونی چه وقت سوارکاریه سوارکاری بخش زورکیشه ولی بقیه چیزاش ایده داماده داماد؟ بله بهش گفتی؟ دیگه چاره ای نداشتم بلو بکنم یه جورایی گفتم ای جروه مرد ایلیاتی اینجوری خواستگاری میکنه خواستگاری؟ سر در نمیاریم این حرفا چیه؟ حالا سر در میاریم حمید اون عکس رو بردار بیار هی پسر مرد ایدیاتی یه حرفایی رو باید رو اسب بزنه بیا سوار شو بابا جون نمیشه حالا حرفامو رو زمین بگم من دورگم ها ناخالصی که داری ولی باید سوار اسب بشی بیا برام دعا کن بیا سوار شو نترس بابا جون کار دستمون برو بالا دعا کنی برو بالا اولین بارم میدارم سوار بشم دو چرخه سوار شدم ولی خوبه حالا خوب شد خیلی خوب حالا خوب شد صاف بشی خانوما آقایون من خیلی دوست داشتم این حرفا رو روی زمین بگم ولی خب الان مجبورم اومدم این بالا دیگه به دستور پدر بزرگ احترامشون هم واجب یه نفر یه روزی به من گفت قلب و دل آدما مثل چراغی میمونه که هیچ وقت نباید بذاریم خاموش بشه همون آدم به من گفتش که دل خانوما مثل چراغیه که فقط به دست آقایون خاموش میشه من چراغ دلم خاموش بود به دست همین آدم روشن شد جانان موکل تو یه وعده وعیدایی به من داده بود ریش گرو گذاشته بود قول داده بود که اگه من پا جلو بذارم تو پا عقب نمیکشی تو خواستم ببینم حرفشو باور کنم یا نه روی دیوار خونمون که یادتون نرفته همون میخه که قرار وزن دو تا همسفر رو واسه یه عمر تحمل کنه خب من یه نیمچه کوچ رو باهاش گذروندم دستشو شکستم اخمشو دیدم خنده هاشو دیدم کافیه دیگه الان باید برم گل بچینم یک خبر خوب برای فارسی زبانان خارج از ایران با ممبرشیپ تلویکا محتواهای اختصاصی و ویژه را ببینید همزمان با پخش جدیدترین محتواها را تماشا کنید مشاهده سریال‌های به‌روز بدون تبلیغات با عضویت در ممبرشیپ تلویکا به‌روزترین فیلم و سریال‌ها را تماشا کنید تلویکا